درود بر شما دوستان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدید. امشب طبق روال یک داستان کهن و عامیانه فارسی به نام سلطان مار رو براتون آماده کردم. با من همراه باشید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. خارکنی بود که 3 تا دختر داشت. خارکن قصه ما هر روز خار می کند و به بازار می برد و می فروخت. یک روز که توی صحرا خارها رو آماده کرده بود و می خواست به شهر برگرده، دید که ماری روی خارها چنبره زده. می خواست فرار کنه که مار به زبون اومد و گفت: از من نترس، من از تو چیزی می خوام. می دونم که 3 تا دختر داری، باید یکی از اونها رو به من بدی، وگرنه نیشت میزنم و نمیذارم خارها رو ببری. پیرمرد خارکن با حالتی غمناک به راه افتاد و به خونش رفت. گوشه ای نشست و به فکر فرو رفت. دختر بزرگش اومد و گفت: پدر جان، چه اتفاقی افتاده؟ چرا امروز خار نیاوردی؟ خارکن جواب داد: ای دختر، دست به دلم نذار. امروز توی صحرا ماری رو دیدم که به حرف اومد و گفت باید یکی از دخترهات رو به من بدی. تو حاضری زنش بشی؟ دختر بزرگ با حالت عصبانی گفت: چی؟ من برم زن مار بشم؟ 100 سال سیاه. وقتی خارکن از دختر وسطی این سوال رو پرسید، اونم همین جواب رو داد. ولی دختر کوچیکش مهرنگار پیش پدرش اومد. گفت: پدر جان، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ پیر مرد خارکن گفت: دخترم، دست به دلم نذار. دختره گفت: آخه به من بگو، شاید بتونم دردت رو درمان کنم. بعد پیر مرد همه قضایا رو برای مهرنگار تعریف کرد. دختره که خیلی مهربون بود گفت: پدر جون، من حاضرم زنش بشم، برو بهش خبر بده. پیرمرد که خوشحال شده بود بلند شد و صورت دخترش رو بوسید. بعد به بیابون رفت که خارهاش رو بیاره. وقتی رسید دید هنوز مار اونجا روی خارها نشسته. مار گفت: هان پیرمرد، چی کار کردی؟ پیرمرد جواب داد: دخترم مهرنگار قبول کرد، زنت میشه. مارم در جوابش گفت: پس خارها رو بردار و برو و نزدیکی های غروب توی اتاقت باش و اگر دیدی آسمون ابریه، بدون که من دارم میام. ولی اگر دیدی هوا آفتابیه، بدون که 40 شتر جهاز میارن. پیرمرد خارکن خارها رو برداشت، فروخت و مقداری نون خرید و به خونه اومد. و نزدیکی های غروب دختر بزرگش رو فرستاد و گفت: برو ببین هوا چطوره. دخترش رفت و برگشت و گفت: پدر جان، هوا ابریه. دوباره بعد از چند ساعت دختر وسطی رو فرستاد. گفت: برو ببین هوا چطوره. دخترش رفت و اومد و گفت: بارونیه. چند ساعت بعد مهرنگار رو فرستاد. مهرنگار گفت: پدر جون، هوا آفتابیه و 40 شتر دارن به طرف خونه ما میان. پیر مرد خارکن به دوتا دختر بزرگش گفت که به داخل اتاق برن و مهرنگار رو توی یه اتاق دیگه کرد و گفت: خودت رو آماده کن که الان مار میاد. دوتا خواهرهای مهرنگار بهش میخندیدن که مگه شوهر قطعه که رفتی با یه مار عروسی کردی؟ خواهر بزرگتر به خواهر وسطیه گفت: بیا شب که شد بریم ببینیم مار چی کار میکنه. مهرنگار بیچاره لباس عروسی به تن منتظر مار بود. دید که ماری از لای در اومد توی اتاق و دوری زد و بعد یه دفعه به شکل آدمیزاد تبدیل شد. مهرنگار نگاه کرد و دید یه جوون خوشگل و خوشقامت که به ماه میگه در نیا که من هستم ظاهر شد. برگشت به پسره گفت: شوهر من یک ماره، تو نیستی، برو بیرون، الان اگر تو رو ببینه بیچاره میشی. پسر خندید و گفت: من همون مارم، اسمم سلطان ماره و یک پریزادم.
من در طلسمم و فقط شبها میتونم از جلد خودم بیرون بیام. همونطور که گفتم دوتا خواهرای مهرنگار داشتن از لای در نگاه میکردن و دیدن که مار به شکل آدمی زاد شد. خیلی یک خوردن، آه کشیدن و گفتن که ببین ما چطور بخت خودمون رو از دست دادی. خلاصه صبح که شد سلطان مار به جلد مار رفت و از اتاق بیرون اومد. مهرنگار پیش خواهرهاش اومد و خواهر بزرگه بهش گفت مهرنگار ما دیشب شوهرت رو دیدیم و حرفاتون رو شنیدیم. از اون بپرس که پوستش رو با چی می سوزونن؟ مهرنگار ساده هم شب که سلطان مار اومد ازش این سوال رو پرسید. سلطان مار اوقاتش خیلی تلخ شد و یه سیلی محکم به صورت مهرنگار زد و گفت میدونم کی به تو یاد داده ولی دلت رو نمیشکنم و جوابت رو میدم. همون موقع دوتا خواهر مهرنگار از لای در به حرفای سلطان مار گوش میدادن. سلطان مار به مهرنگار گفت پوست منو با پوست پیاز و سیر میسوزونم. خلاصه اون شب خوابیدن و سپیده دم خواهرها پوست سلطان مار رو دزدیدن و سوزوندن. سلطان مار هراسون از خواب بیدار شد و گفت ای مهرنگار، آخر سر خودتو منو بدبخت کردی. من میرم و دیگه تو منو نمیبینی. مهرنگار گریه کرد و گفت همش تقصیر خواهرام بود که به من یاد دادن اینو ازت بپرسم. سلطان مار یکمی فکر کرد و گفت من الان تبدیل به دوتا کبوتر میشم. تو تمام در و پنجره ها رو ببند. اگه تونستی منو بگیری پیشت میمونم، وگرنه دیگه منو نمیبینی. اگه خواستی دنبالم بیا یک جفت کفش فولادی و یک عصای آهنی درست کن. هر جایی که دیدی این کفش فولادی و عصای آهنی داخل سوراخی رفتن بدون که من اونجا هستم. بمون تا بیام. مهرنگار هر کاری کرد نتونست کبوترها رو بگیره و کبوترها از سوراخ ریزی که لای پنجره بود بیرون رفتن. پر زدند و از اونجا دور شدند. مهرنگار با حالت زار پیش پیرمرد خارکن اومد و قضایا رو براش گفت. پیرمرد که پدرش باشه گفت حالا که کار از کار گذشته چه میشه کرد؟ ولی مهرنگار شوهرش رو میخواست. روز بعدش رفت و داد براش یک جفت کفش از فولاد و یک عصا از آهن ساختن و بعد برای پیدا کردن شوهرش به راه افتاد. رفت و رفت تا به یه ساربون رسید. از ساربون پرسید این شطورا مال کیه؟ ساربون جواب داد مال سلطان مار و قباله مهرنگار. مهرنگار ناراحت شد و گفت روم سیا، روم سیا. دوباره راه افتاد و رسید به باقی پر از میوه و گل و بلبل. به باغبون اون باغ گفت این باغ مال کیه؟ باغبون جواب داد مال سلطان مار و قباله مهرنگار. دوباره مهرنگار گفت روم سیا، روم سیا و به راه افتاد. رفت و رفت تا به سر چشمه ای رسید. کفشهاش رو در آورد که کمی آب بخوره که دید عصا و کفشهاش سوراخ شده. با خودش گفت پس من باید همینجا بمونم تا سلطان مار بیاد. همینطور که نشسته بود دید دختری اومد و ظرفی که توی دستش بود و پر از آب کرد. مهرنگار به دختر گفت ظرفت رو به من بده تا آبی بخورم. دختر جواب داد نه اربابم منو میزنه. مهرنگار گفت برو که این آبی که میبری برات چرک و خون بشه. کنیز رفت و آب رو روی دست سلطان مار ریخت. سلطان مار دید آب نیست، چرک و خونه. ازش پرسید این آب رو از کجا آوردی؟ کنیز گفت ارباب از چشمه. اونجا زنی به من گفت آبی بده تا بنوشم. من آب بهش ندادم. اونم دعا کرد که آب من چرک و خون بشه. حالا هم همون سر چشمه نشسته. سلطان مار به کنیزش گفت برو ظرف رو خوب بشور، آب کن و بهش بده تا بخوره. کنیز سر چشمه اومد و ظرف رو خوب شست و آب کرد و به مهرنگار داد. مهرنگار بهش گفت خدا به تو عوض بده.
ارباب تو کیه؟ کنیز جواب داد: اربابم سلطان ماره. مهرنگار خیلی خوشحال شد. گفت: یه کاری برام انجام میدی؟ دختره گفت: چه کاری؟ گفت: بذار ظرف و من پر از آب میکنم. هر موقع که اربابت گفت کم بریز، زیاد آب روی دستش بریز، و اگه گفت زیاد بریز، تو کم بریز. کنیز قبول کرد. مهرنگار ظرف رو پر از آب کرد و بدون اینکه کنیز بفهمه، حلقه انگشترش رو توی ظرف آب انداخت و به دست کنیز داد. بهش گفت: بیا، پر از آب کردم، ببر برای سلطانت. کنیز ظرف آب رو گرفت و گفت: حرفای شما رو فراموش نمی کنم. رفت و آب رو روی دست سلطان مار ریخت. سلطان مار گفت: زیاد بریز. کنیز کم ریخت. سلطان مار گفت: چه خبره، کمتر بریز. ولی کنیز یه دفعه همه آبها رو روی دست سلطان مار ریخت و حلقه انگشتر توی دست سلطان افتاد. سلطان فهمید که مهرنگار اومده. به بهانه بیرون رفت و خودشو به سر چشمه رسوند. مهرنگار رو دید و خوشحال شد. اونو بوسید و گفت: اگه پدر و مادرم بفهمن اومدی، تو رو میکشن، چون میخوان امشب دخترموم رو برام عقد کنن. حالا پاشو، تو رو با خودم میبرم و به اونا میگم کسی رو نداری و اومدی اینجا کار کنی. بعد دست مهرنگار رو گرفت و پیش مادرش برد. مادر سلطان مار فهمید که بین مهرنگار و سلطان مار یه خبراییه. ناراحت شد و با خودش گفت: حالا که پسرم عاشق این دختر شده، باید هر طور شده اونو از بین ببرم. بعد رو به دختر کرد و گفت: باشه، برای ما کار کن. برو و قربیل ها رو بردار و آبا رو توی دیگ ها بریز. مهرنگار به سر چاه رفت. هرچی که قربیل ها رو آب می کرد، می دید که خالیه. سلطان مار متوجه این موضوع شد و وردی خوند و آب بدون اینکه بریزه بالا اومد و مهرنگار تونست آب رو بدون اینکه بریزه بالا بیاره و دیگ ها رو پر کنه. مادر سلطان مار به مهرنگار گفت: این کار تو نیست، کار استادته. حالا بیا برو خونه خواهرم این کاغذ رو بده و بهش بگو قیچی رو بهت بده که لباس عروسی رو قیچی کنی. مهرنگار راه افتاد و دید سلطان مار داره به طرفش میاد. سلطان مار بهش گفت: مهرنگار، قصد مادرم نابود کردن توه، ولی من نمیذارم. وقتی که چند قدمی منزل خالم رسیدی، هر چی دیدی برعکس کن، چون که همه اونها تلسمن. مهرنگار راه افتاد تا رسید به نزدیکی های منزل خاله. دید یه دیوار کجی اونجاست. گفت: چه دیوار صافی. رسید به درختی که نه برگ داشت و نه شاخه. گفت: به به، چه درخت قشنگ و پربرگی. دوباره رفت تا رسید به آبی که گل و لای بود. گفت: به به، چه آبی، کاش مجالی داشتم و کمی میخوردم. خلاصه بعد از چند قدمی به در منزل خاله سلطان مار رسید. داخل رفت و دید جلو سگ کاه و جلو اسب استخون انداختن. خم شد و استخون رو جلو سگ و کاه رو جلو اسب ریخت و بعد اومد و نامه رو به خاله داد. خاله نامه رو خوند و گفت: همونجا باش تا من بیام و قیچی رو بدم. مهرنگار همونطور که ایستاده بود دید موشی از روی تاقچه میگه: قیچی روی دره، بردار و فرار کن، چون که رفته دندوناشو تیز کنه و تو رو بخوره. مهرنگار فوری قیچی رو برداشت و فرار کرد. خاله فوری داد کشید: ای سگ بگیرش. سگه گفت: نه، تو جلوی من کاه ریخته بودی، ولی اون به من استخون داد. خاله گفت: اسب تو بگیرش. اسبم گفت: اون به من کاه داد، ولی تو جلوم استخون انداخته بودی. خاله دوباره داد کشید: ای آب کثیف، دختره رو بگیر. آب جواب داد: نه، اون به من گفت آب زلال، ولی تو این کار رو نکردی. خاله داشت امیدشو از دست میداد. داد کشید: ای درخت بی شاخ و برگ، دختره رو بگیر. ولی درختم گفت:
نه، اون به من گفت چه درخت قشنگ و صافی، ولی تو اینا رو به من نگفتی. این بار خاله داد کشید، ای دیوار کج، این دختر رو بگیر. ولی دیوار هم گفت، نه، اون به من گفت راست، ولی تو به من میگی کج، این کار رو نمی کنم. مهرنگار تونست فرار کنه، رفت تا به خونه سلطان مار رسید. خلاصه شب عروسی سلطان مار با دختر عموش بود. عروسی تموم شد و موقع خواب رسید. سلطان مار رو با دختر عموش توی یک اتاق بردن و مهرنگار رو هم توی طویله. مهرنگار بیچاره تا صبح گریه می کرد. کم کم سپیده صبح پیدا می شد که در طویله آهسته باز شد. مهرنگار دید سلطان مار اومده. سلطان بهش گفت، زود بلند شو، هنوز بیدار نشدن، باید فرار کنی. مهرنگار گفت، آخه دخترموت چی میشه؟ و سلطان جواب داد، من اونو کشتم و روی سرش دوتا کبوتر گذاشتم. بلند شو کوزه آبی با مقداری سوزن و نمک بردار تا بری. مهرنگار هرچی که سلطان گفته بود انجام داد و فرار کردن. صبح که شد مادر سلطان به کنیزا گفت برید و سلطان مار و عروس رو بیارید تا صبحانه بخورن. کنیزا رفتن و هرچی در زدن صدایی نیومد. در رو شکستن و دیدن سلطان مار نیست و عروس کشته شده. مادر گفت زود باشید، به همه خبر بدید که اتفاقی افتاده. باید تا دیر نشده بریم دنبالشون. سلطان مار به مهرنگار گفت دارن میان. زود سوزنها رو بریز زمین. بعد وردی خوند و سوزنها به قدری بلند شدن که نزدیکی های آسمون می رسیدن. موقعی که پدر و مادر و کسان سلطان مار از سوزنها گذشتن، سوزنها به تنشون رفت و خون از تن اونها بیرون زد. سلطان مار دید بازم دارن میان. گفت نمک رو بریز و دوباره وردی خوند و کوه عظیمی از نمک درست شد. نمک‌ها به تنشون که خون می اومد می خورد و می سوخت و بعضیاشون می مردن. سلطان دوباره گفت مهرنگار کوزه رو به زمین بزن. مهرنگار اسم خدا رو به زبون آورد و کوزه آب رو به زمین زد و دریایی با آب‌های خروشان درست شد. سلطان مار با هراس و ترس قدمی جلوی دریا گذاشت و دید که آب دریا قرمز شده. فهمید که اونا مردن. دست مهرنگار رو گرفت و به خونه پیرمرد خارکن رفتن و سالهای سال به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. دوستای عزیزم، اگر از شنیدن داستانهای کهن ایرانی لذت میبرید، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا شبی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر.